اسناد طبقه بندی شده محرمانه دولت آمریکا که به تازگی از طبقه بندی در اومده نشون میده که رژیم ایران تسلیحات و طرح‌های عملیاتی برای شبه نظامیان عراق تامین می‌کرده و در کشتن نیروهای آمریکایی نقش اصلی رو داشته. اسناد دولتی ایالات متحده که به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده اند نشان می‌دهند رژیم ایران به شبه نظامیان عراقی که در جریان حمله نظامی آمریکا به عراق علیه نیروهای آمریکایی می‌جنگیدند سلاح و خدمات آموزشی ارائه می‌کرده است. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال این اسناد که بر مبنای بازجویی‌ها از شبه نظامیان شیعه عراقی تنظیم شده‌اند عمق درگیری رژیم ایران در تلاش برای عقب راندن نظامیان آمریکا از عراق در سالهای 2003 تا 2011 را نشان می‌دهد. در این اسناد نشان داده شده که رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران شبه نظامیان عراقی را برای انجام حملات مرگبار متعددی علیه نیروهای نظامی آمریکا با بمب و مواد انفجاری تجهیز کرده و حتی به آنها برای برنامه ریزی و طرح نقشه حملات کمک کرده است. نیروهای عراقی همچنین در پایگاهی در نزدیکی تهران توسط سپاه پاسداران آموزش دیدند. در یکی از این گزارش‌ها گفته شده که مربی‌های ایرانی و حزب الله لبنان در این پایگاه به عراقی‌ها آموزش می‌دادند. وال استریت ژورنال 3 اوت 2018 در مطلب دیگری به قلم مایکل گوردن بن کسلینگ می‌نویسد گزارشات بازجویی از دستگیر شدگان دید جدیدی در مورد یکی از کلیدی ترین عناصر شیعه عراقی و نقش ایران در آموزش و تسلیح شبه نظامیان عراقی ارائه می کند. شبه نظامیانی که سربازان آمریکایی را به قتل می رساندند. بازجویی های صورت گرفته از قیس الخزعلی که یک دهه پیش دستگیر شد و بعد از همکاری با آمریکایی‌ها آزاد گردید، جزئیات قابل توجهی از فعالیت‌های رژیم ایران در عراق را فاش می‌کند. در حالی که قانون‌گذاران و مقامات دولت ترامپ در حال بحثند که آیا خزعلی و گروه شبه نظامی او را به عنوان موجودیتی تروریستی نامگذاری کنند، این گزارش‌ها در واشنگتن به جریان افتاده است. در مرکز این داستان، خزعلی رهبر اصائب است. یک گروه شبه نظامی که در انتخابات پارلمانی عراق در ماه می 15 کرسی به دست آورد. مقامات آمریکایی میگویند رژیم ایران همچنین تسلیحات و آموزش در اختیار شبه نظامیان شیعه قرار داده تا بتوانند به نیروهای آمریکایی حمله کنند. وال استریت ژورنال از دیدارهای متعدد قیس خزعلی با قاسم سلیمانی خبر داد و نوشت خزعلی به بازجویان آن موقع خود گفته بود تعدادی از دیگر شخصیت‌های سیاسی عراقی نیز به رژیم ایران سمپاتیک بوده و یا تحت نفوذ آن بودند، از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که در سال 2017 مرد.